سرخط مهمترین خبرها. خبر خوش: جبهه وسیع برای مبارزات سیاسی در افغانستان در نشست وین آماده شد. پروژه استانکزای برای مشروعیت بخشیدن به طالبان: در مکتبها را باز کنید تا مشکل امارات اسلامی با جهان حل شود. روز جهانی حقوق بشر: طالبان حقوق مردم را نقض می کنند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. خبر خوش: طرح ایجاد جبهه وسیع برای مبارزات سیاسی در افغانستان در نشست وین آماده شد. دکتر اسپنتا، مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با اندپندنت فارسی در نشست وین برای افغانستان دموکراتیک گفت که این نشست طرح را به مثابه یک نقشه را برای ایجاد یک جبهه سیاسی وسیع آماده کرده است که در آن به شکل‌های مختلف مبارزات مدنی و سیاسی مردم افغانستان در برابر طالبان پرداخته است. اسپنتا گفت همسویی و همصدایی در حلقه‌های بین‌المللی برای معرفی فقدان مشروعیت ملی، نظام طالبان و نقض نظاممند حقوق بشر به دست این گروه یکی از بخش‌های عمده و اساسی این طرح است. او گفت که یک گروه کار مشخص متشکل از اقشار مختلف سیاسی در این نشست برای نهایی سازی این طرح کار میکنند و قرار است این طرح در پایان دور سوم نشست وین در مورد افغانستان نهایی شود. نشست روند وین برای افغانستان دموکراتیک از 2 سال پیش در وین پایتخت اتریش با حضور شمار چهره های سیاسی، فعالان دانشگاهی و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان برگزار می شود. این نشست که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از شرکت کنندگان کلیدی آن است، از زمان آغاز بر ایجاد انسجام مبارزه ها و همراهی گروه ها و جریان های مختلف سیاسی مخالف طالبان در افغانستان متمرکز بوده است. اسپنتا در 30 دور این نشست ها که از 3 تا 5 دسامبر در مرکز گفتگوهای بین‌المللی در وین برگزار می شود، با اندپندنت فارسی گفت که این نشست در سوردهایی در زمینه ایجاد انسجام و همفکری میان گروه های مختلف سیاسی افغانستان دارد. او در ادامه افزود: به باور من وحدت در توان است. منتقد نیستم که همه نیروهای سیاسی افغانستان را در یکدیگر حل کنیم، بلکه کافی است که گروه هایی که در یک کلیت مانند استقلال نظام، حق انتخاب و اراده مردم، عدالت اجتماعی و برابری حقوق شهروندی، نظر مشابه و مشترک دارند، گرد هم جمع شوند. اسپنتا در پاسخ به این پرسش که آیا مبارزه مسلحانه نیست در طرح نشست وین مطرح شده است گفت: مبارزه مسلحانه هدف نیست، بلکه راهی است برای اینکه به سوی آینده صلح‌آمیز برویم، آینده‌ای که در آن حق مردم به رسمیت شناخته شود. او گفت کسانی که دست به اسلحه بردند مجبور شدند برای دفاع از زندگی و زبان و فرهنگشان و برقراری حکومت قانونمندار در افغانستان در برابر طالبان بیستند. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان همچنان تاکید کرد که مبارزه مسلحانه، غیر مسلحانه و مدنی همه جز یک روندند که در کنار هم به نتیجه میرسند. اسپنتا همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده سیاسی افغانستان برای طالبان نیز جایی در نظر گرفته شده است یا خیر گفت که برای حل معضل افغانستان باید راه حل فراگیری در نظر گرفت که هیچ نیروی از ساختار سیاسی خارج نشود. او تأکید کرد که همه کسانی که به تدوین قانون اساسی و تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی و ملی در افغانستان باور دارند، در این طرح جا خواهند داشت. این در حال است که طالبان در 2 سال گذشته نشان دادند که به هیچ یک از این اصول ها پابند نیستند و حتی اعتنایی به آنها ندارند. اسپنتا گفت که طالبان حتی به طرحهای صلح باور ندارند، بلکه معتقدند که همه باید از رژیم آنها تابعیت کنند که چنین چیز برای مردم و جریان‌های سیاسی افغانستان پذیرفتنی نیست. او گفت که برای حل این معضل پیش از توجه بین‌المللی به ایجاد فشارهای داخلی نیاز است. او گفت که اشتباه گذشته را که تکیه بر سیاست‌های کشورهای خارجی بود باید کنار گذاشت و افزود انواع مبارزات باید علیه طالبان ادامه یابد تا این گروه مجبور شود خواسته های مردم افغانستان را بپذیرند. با این حال او تاکید کرد که از آنجا که بحران افغانستان در مرکز سیاست جهانی قرار داشته و دارد، معتقدیم که امریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل باید فشار کافی دیپلماتیک به طالبان اعمال کنند تا این گروه منزوی بماند، اما من معتقدم که چنین فشار تا اکنون وارد نشده است.
مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان از سیاست برخی از کشورهای دنیا در قبال طالبان انتقاد کرد و گفت که کشورهای منطقه که در سیاست خارجیشان با طالبان با این گروه مدارا می کنند سخت در اشتباهند. پروژه ستانکزای برای مشروعیت بخشیدن به طالبان. در مکتبها را باز کنید تا مشکل امارات اسلامی با جهان حل شود. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. ستانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه 16 قوس از رهبری رژیم طالبان خواست که مکاتب برای همه شهروندان این کشور باز باشند تا مشکل امارات اسلامی با همسایگان و جهان حل شود. معاون وزارت خارجه طالبان که چهره های مذاکره کننده طالبان با آمریکا بود و مدعی بود که این گروه تغییر کردند گفت تلاش کنید که دروازه های آموزش را برای همه باز کنید. امروز یگانه مشکل ما که با کشورهای خود یا همسایه و جهان داریم بالای آموزش است و امروز اگر کشورها از ما فاصله میگیرند، از ما ناراحت میشوند یا از ما گله دارند، به خاطر همین آموزش است. او در مراسم فارغ تحصیلی شمار از دانشجویان گفت که ادامه تعطیلی مکاتب یکی از دلایل عمده فاصله گرفتن مردم و برخی از کشورها از رژیم طالبان است. این مقام ارشد طالبان گفت محروم کردن شهروندان افغان از حق آموزش تجاوز آشکار و ظلم است. او گفت این حق هر کس است، حق طبیعی است که خدا و رسول برایش داده است، حق است که طبیعت و جامعه داده است. چطور می شود کسی این حق را بگیرد؟ اگر کسی این حق را بگیرد در مقابل افغانها و مردم این کشور تجاوز آشکار و ظلم است. ستانکزای یکی از چهره های کلیدی در عهد مذاکره کننده طالبان با آمریکا بود که باعث شکلگیری توافقنامه دوحه در 29 فوریه سال 2020 شد. او در آن زمان در مصاحبه با رسانه ها مدعی بود که رهبران این گروه نسبت به نیمه دوم دهه 90 میلادی دوره نخست حاکمیت این گروه در افغانستان تغییر مثبت کردند و حقوق زنان و شهروندان مسنون است. روز جهانی حقوق بشر، طالبان حقوق مردم را نقض می کنند. همزمان با فرارسیدن 10 دسامبر 75مین سالگرد اعلامی جهانی حقوق بشر، نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در این سازمان از نقض حقوق و آزادی های افغانها به دست طالبان انتقاد کرد. امروز 19 قوس برابر با 10 دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مناسبت امروز گفته که دو سال می شود مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران از حقوق و آزادی های بنیادیشان به شمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم هستند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.